فروش گوگوش با 250 هزار دلار جنجالی به پا کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریشو. لطفا لایک و کامنت رو فراموش نکنید. حمله تند و دومین واکنش مهرداد آسمانی نسبت به مصاحبه گوگوش با هما سرشار. مهرداد آسمانی در جدیدترین واکنش خودش نسبت به مصاحبه گوگوش برای دومین بار جنجالی به پا کرد. آقای مهرداد آسمانی با منتشر کردن یک لایو در پیج اینستاگرامش افشاگری‌های جدیدی رو در مورد هما سرشار و خانم گوگوش مطرح کرد. مهرداد آسمانی با منتشر کردن این لایو خواست مردم رو در جریان جدیدترین جزئیات مصاحبه گوگوش با هما سرشار بذاره. آقای مهرداد آسمانی در این لایو اینستاگرامیش واکنش خیلی تندی نسبت به خانم هما سرشار و مخصوصا خانم گوگوش نشون داد. آقای مهرداد آسمانی گفت: خانم گوگوش، من در تمام سالهایی که برای شما آهنگ کیو کیو بنگ بنگ رو ساختم و آهنگهای جدید رو با شما همکاری کردم، در نوع خودشون بی نظیر بودن و جدیدترین بودند و مطابق میل و خواسته خود شما بود. همکاری من با شما مطابق میل و خواسته شخصی شما بود، نه به اصرار من. متاسفم که میایید جلوی دوربین خودتون رو میفروشید. خودتون رو به هما سرشار و بقیه زیر دستاتون میفروشید و بر طبق میل و خواسته اونها عمل میکنید. متاسفم که بعد از این همه سال با شنیدن مصاحبه شما که بیشتر من رو به یاد یک همنشینی و یک دور همی دوستانه و زنانه میندازه تا یک مصاحبه رسمی با یک آرتیست بزرگ، باید بگم که از همکاری با شما متاسفم. متاسفم که شما را همراهی کردم. متاسفم که با شما همکاری کردم. اینقدر بیرحمی و قضاوت‌های نادرست راجع به من درست نبود. من مهرداد آسمانی متاسفم که بگم خانم گوگوش، مصاحبه با هما سرشار در شأن شما نبود. من مهرداد از نظر شما که مبتدی هستم، از نظر خود من این مصاحبه در شأن شما نبود، نه از نظر ادبی نه از نظر هیچ چیز دیگری. متاسفم که بعد از این همه زحمتی که براتون کشیدم، از من به عنوان یک آدم مبتدی و بی دست و پا در مصاحبتون یاد کردید و از همکاری با من اظهار تأسف کردید. خانم گوگوش، شما نادیده گرفتید بسیاری از زحمات منو. بهترین آهنگ‌ها رو براتون ساختم، هر چی خواستید براتون فراهم کردم. این همه براتون زحمت کشیدم. شما قلب من رو شکستید. شما انگشت اشارتون رو به سمت من گرفتید. چرا؟ فقط به خاطر 250 هزار دلار. جالبه بدونید که آقای مهرداد آسمانی در قسمتی از افشاگریاشون و صحبتهاشون راجع به مصاحبه هما سرشار با گوگوش به این نکته اشاره کرده که تمام صحبتهایی که خانم گوگوش در این مصاحبه گفتن بر طبق صحبتهایی از پیش طراحی شده هستش. این صحبتها مطابق میل رها اعتمادی و هما سرشار طراحی شده و به خانم گوگوش تأکید شده که این صحبتها رو باید بکنن. خانم گوگوش در قبال این مصاحبه 250 هزار دلار با هما سرشار قرارداد بستن و از ایشون گرفتن. و مهرداد آسمانی به این نکته حتی اشاره کرده و گفته که خانم گوگوشی که برای اجرای کنسرتاش برای یکی دو ساعت حتی همچین رقمی رو هم دریافت نمی‌کنه، ولی چطور شده که برای یک مصاحبه بسیار پیش و پا افتاده شده براش همچین قیمتی رو تدارک میبینن و باش قرارداد میبنده. پس این مصاحبه باعث مرگ گوگوش شد. خانم هما سرشار این پول رو به گوگوش داد تا گوگوش جلوی دوربین ها، جلوی بسیاری از مردم تیر خلاص به خودش بزنه و آبروی خودش و نزدیکانش رو و اقوامش رو با این مصاحبه جنجالی ببره و خودش رو پیش بسیاری از حتی از طرفداراش منفور بکنه. جالبه بدونید که آقای مهرداد آسمانی در ادامه این مصاحبه گفتند: چی میشه که آدمی مثل هما سرشار که اصلا معلوم نیست کیه و چیه و یک شخصیت بسیار منفوری بوده و هست، حالا میاد در مورد گوگوش و همسرانش و مخصوصا آقای مسعود کیمیایی اظهار نظر میکنه و میگه خانم گوگوش و آقای مسعود کیمیایی معتاد کردند. مهرداد آسمانی گفت: نذارید دهنم باز بشه، که اگر این دهنم باز بشه مسائلی رو میگم که شاید بتونه خیلی بدتر باشه و با آبروی خیلی بازی بشه. آقای مسعود کیمیایی در شأن خانم هما سرشار نیست و واسه
دهن هما سرشار خیلی گنده تر از این حرف هست که بخواد اسم مسعود کیمیایی رو بیاره. مرتاد آسمانی گفت: هما سرشار، تو اصلا میدونی مسعود کیمیایی کیه؟ تو اصلا در حد مسعود کیمیایی نیستی که بخوای راجبش حرف بزنی. متاسفم که این اراجیف رو به خورد مردم میدید. و گوگوش در این مصاحبه آبروی خودش رو در آخر عمرش برد و من از همینجا از مردم، از خانوادم و از بسیاری از افرادی که حتی در واکنش اولم هم از اونها عذرخواهی کردم، باز هم برای بار دوم عذرخواهی میکنم. متاسفم که به خاطر همکاری با یک آرتیست بزرگ اومدم آبروی خودم و به جامعه هنری و به خانوادم رو بردم. وقتی که راجب گوگوش صحبت میکنم، راجب یک آرتیست بزرگ و بین‌المللی صحبت میکنم. حقیقت داره که گوگوش یک آرتیست بزرگه و واقعا بی‌انصافیه که آدم بخواد از روی غرض‌ورزی و دشمنی و یا با هر نیتی هنرمند بودن ایشون رو زیر سوال ببره، چرا که خانم گوگوش به معنای واقعی یک هنرمند بزرگ هستن و قابل احترام و نمیشه هنر ایشون رو نادیده گرفت. گوگوش 50 ساله که روی صحنه است و شاید هم بیشتر. بی‌انصافیه که بخوام راجع به هنرش صحبت بکنم، چون حتی میگم من مهردادم در حد و قواره گوگوش نیستم، اما از این که گوگوش میاد بقیه هنرمندا رو، زحماتشون رو، زحمات من رو میاد نادیده میگیره و حرفایی رو بر طبق میل یه سری از دشمنامون میزنه که اونها خودشون رو دوست گوگوش میدونن و ما رو دشمن گوگوش، این برام درد داره. من از قلب شکستم نمیتونم چیزی بهتون بگم که واقعا با این مصاحبه گوگوش قلبم به درد اومده. بله مردم، قلب من مهرداد آسمانی به درد اومده، چون خانم گوگوش کاری کرد که نباید میکرد. اول تیر خلاص رو به خودش زد و خودش رو فروخت، بعد ماها رو. من حرفا دارم، من مهرداد آسمانی حرفا دارم، از اول همکاریم تا آخر همکاریم. و اینجا لازم به ذکر که به خانم هما سرشار بگم: خانم هما سرشار، خانم گوگوش وقتی اومد پیش من و با من خواست همکاری بکنه، از روی بی کسی نیومد با من همکاری بکنه. خانم گوگوش تنها نبودن، آقای مارتیکو داشتن اینجا، آقای شمعی‌زاده رو داشتن، شهرام شب‌پره رو داشتن، خودشون خواستن بین اینها بیان با من همکاری بکنن، از روی بی کسی نیومدن سمت من. و متاسفم که من این حرفا رو شنیدم از شما خانم سرشار و خانم گوگوش. جفتتون رو نمیبخشم، جفتتون در حق من بیرحمی کردید، مخصوصا شما خانم گوگوش که هنرمند هستید و باید به مردم عشق ورزیدن رو یاد بدید، نه اینکه بیایید هنرمندا رو تخریب بکنید و راجبه هنرمندان به ناحق صحبت بکنید و پول بگیرید. متاسفم، متاسفم برای شما خانم گوگوش. دوستان عزیز، این هم قسمتی از صحبت‌های مهرداد آسمانی در جدیدترین و دومین واکنشش نسبت به گوگوش و مصاحبه گوگوش بود که البته یک افشاگری‌هایی هم در مورد خانم گوگوش و پولی که از هما سرشار گرفته راجع به صحبت‌هایی که بیا در جلوی دوربین بکنه هم آقای مهرداد آسمانی گفتند و افشا کردند که براتون در قالب این ویدیو توضیح دادیم و در واقع شما رو در جریان قرار دادیم. اگر دوست دارید شما در جریان مسائل بیشتری از هنرمندان باشید، لطفاً کانال نیوز تیوی رو سابسکرایب کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریش و نظراتتون رو راجع به خانم گوگوش و مصاحبه جدیدش در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای انگلیس و کانادا و استرالیا و همچنین کشورهای اروپایی و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. مرسی از شما، ممنون از همراهیتون.